مرگ خاموش آوارگان در دریای مدیترانه. در سال جاری میلادی هزاران نفر از آوارگان از جنگ گریخته که قصد داشتند خود را به ایتالیا برسانند در دریای مدیترانه جان باختند. سازمان بین‌المللی مهاجرت سال 2016 را مرگبارترین سال برای آوارگان توصیف کرده است. quest'anno ad oggi lo fine luglio 2016 sono già morte 3000 persone. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون شمار آوارگانی که در دریای مدیترانه جان خودشون از دست دادن به بیش از 3000 نفر رسیده و این در حالیه که سال گذشته در چنین روزی تعداد قربانیان 2000 نفر بود. این نشون میده که ما با بحرانی انسانی روبرو هستیم. بر اساس آمار منتشر شده در 7 ماه گذشته بیش از 85 هزار نفر از آوارگان خود را به سواحل ایتالیا رساندند که بخشی از آنان را کودکان بی سرپرست تشکیل می دهند. شمار کودکان آواره بی سرپرست در سال جاری میلادی در مقایسه با مدت زمان سال گذشته 200 برابر افزایش پیدا کرده است. در سال 2016 میلادی بیش از 12 هزار کودک و نوجوان آواره وارد ایتالیا شدند که ما از سرنوشت بسیاری از آنها بیخبریم. سیاست‌های مداخله جویانه کشورهای غربی در خاورمیانه و شمال آفریقا به اشکال مختلفی دامنگیر خود آنها نیز شده و اروپا در تلاش تا راهکاری برای مقابله با این پیامدها پیدا کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که تاوان سیاست‌های غلط دنباله‌روی آمریکا را پرداخت می‌کنند، اکنون تحت فشار افکار عمومی در صدد حل سیاسی بحران‌های سوریه، عراق و یمن شدند، چرا که به خوبی می‌دانند اگر مهاجرت آوارگان ادامه پیدا کنه با چالش اجتماعی و سیاسی بزرگتری روبرو خواهند شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.